سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام من یه زیما یادمون رفت بگیم سه شنبه من میخواستم این آهنگ بوی ماه مدرسه رو چیز کنم پخش کنم که خودم بیخیال این قضیه شدم چون خیلی بده ما بعد آقای کامیز حسینی هم پخش کرده بود توی برنامه خودش من گفتم بذار از یه ور درد بکشن ما این آهنگ رو سکیب آره آره بعد امروز قسمت سر هفته و شیشمه من و کارونیم همچنان متاسفانه امروز فرزاد با ما نیست تقصیر خودمونه تقصیر اون بند خدا نیست یه ذره سخت شد کوردینیت کردن بتونیم تنظیم بکنیم ولی خب اومدیم که برنامه رو در روز ضبط بکنیم دیگه بریم جونت. بگم در چیم میخوایم صحبت کنیم جالب بود که کارون توی اپیزود سه شنبهش یه اشاره به تکس کرد به مالیات کرد که آدما ما فکر کنیم که توی حالا خارج از کشور همیشه آدم مالیاتاشون رو یه جایی میدن به حال ازشون میگیرن دو تا چیز میگن که آدم هیچ وقت نمیتونه ازش در بره تو زندگی یکیش مرگ یکیش مالیاته آه. و اینو برحال یه جا باید گیره که این دوتا میفتی که من میخوام بیشتر در مرگه صحبت بکنم حالا در مرگ نه ولی خب جاودانگی که یه سوالی هم پرسیده بودم توی توی اینستاگرام که پرسیده بودم که آیا دوست دارید جاودانه باشید و یا تا چه سنی میخواید زندگی بکنید اول از اون شروع بکنم ببینم در چی گفته بودن اکثریت آدما خب تعداد خیلی کمی گفته بودن که میخوان جاودانه بشن و خب احساس میکنم اونا شاید یه جوری از روی شوخی گفته بودن ولی در واقع نظر قالبی که من شنیدم توی حالا توی نظراتی که اومده بود این بود که ما تا جایی میخوایم زنده بمونیم که دردسری برای بقیه نباشیم بسیار زیباست که من حالا توی اطرافیان خودم اینو زیاد شنیدم و خیلی یادیم که میگفتن ما همیشه دوست داریم پا باشیم و حالا توی تخت بیماری نیفتیم و خیلی دیگه هم خیلی شاکی بودم گفتم تو این شرایطی که الان داریم زندگی میکنیم تا سی و برسیم مثلا بردیم تو ایران و یکی و داشتی داشتیم میگفت منو ول کنیم من خودم سی و سه چهار دیگه از دنیا میرم من از یه چو... اون فشار می آورد به بدنش اه. آره تحت فشار بود منو ول کنی تا سی و سه چار دیگه دفتم دیگه بعد حالا وقتی که برمیگردی عقب توی تاریخ میبینی که آدما خیلی درگیر زندگی ابدی بودن همش دوست داشتن که چه مواد مختلف و خون بچه و چون مدفوع سگ مثلا چون دیابت و اینا رو با هم دیگه قاطی بکنن و مثلا یه اکسیری درست بکنن بدم به این شاه و اربابا و که مثلا طرف مثلا هزار سال زندگی زنده بمونه پر واضحه به قول کارون که الان چه اتفاق نیافتاده و همچین اکسیری وجود نداره ولی بهشون خوش میگذشته دیگه طولش بدیم همینجوری تا جایی که میشه ولی مثلا تو تو بدبختی باشی میگی نه دیگه تمام کن بریم آره این اکسیره حالا جوانی آره جوانی یه چیزی که خیلی زیاد بهش اشاره شده یعنی تو فیلم های مختلف هم نگاه میکنی مثلا همه دنبال این اکسیر جوانی هن که تا زنده به تو کارتون های مثلا دیزنی هم زیاد به این اشاره شده کلا یه چیزیه که ذهنیت آدم ها یه جورایی درگیرش بوده همیشه ام و یه دیگهم دیگه هم که هست این مرگ به نظر من یه جورایی معنا میده به زندگی آدم ها که اگر هیچ چیزی یه ددلاینی نداشته باشه تو هیچ وقت اون کار رو انجامش نمیده یعنی هیچ وقت سعی نمی کنی به اون بهترین نوع خودش برسونی زندگی ارزش اون لحظه رو ممکنه ندونی اگه نامحدود باشه دیگه که حالا ما توی یه زی به نام student syndrome که اه اه که وجود داره واقعا تحقیق کردن و دیدن که وجود داره که به دانش آموزها مثلا یه تکلیفی که میدن مثلا و یه ارائه انجام بده میگن بیشترین در دا کارایی دانش آموزا میرسه به قسمت به کمترین زمانی که آخرش میمونه یعنی هرچی زمان بیشتر بگذره این کارایی اینا میره بالاتر که مثلا به خاطری که دارم میرسم به اون ددلاینی که باید تحویل بدم آره این سنجام دانش آموز میگه که اصلا مهم نیست تو چقدر زمان برای مثلا یه پروژه یا هر کاری اختصاص بدی همیشه اون مثلا ده درصد آخر زمانه که بچه شد تکاپو میافتن و آره. کاملا درست میگه حالا آره امیدوارم که ما توی ده درصد آخر زندگیمون و تکاپو نیفتیم ولی این کانسپت مرگ خیلی جالبه که به خاطر اینه که یعنی وجودش خیلی مهمه توی زندگی آدما که حالا شاید الان بگن که تو مثلا خیلی جوونی فلان و اینا ولی بعد از یه سنی منم هم همطور مثلا بهش فکر میکنم دیگه که مثلا مثلا یه نصف عمرمون رفت یعنی الان باید یه کاری بکنیم رو من فکر من الان رو سه چارم هم چار. اینجوری که دارم پیش میرم آره و خب روی این یه نقطه ضعفیه توی انسان ها که میخوان همیشه زنده ب... یعنی زیادتر زنده بمونن نقطه زعفیست. یه طلبه یه آتشی که تو نمیخوای از دنیا بری دیگه چون نمیدونم مثلا چه خبره آره حالا این طلبه به قول کارون که وجود داره خیلی هم ازش سعی کردن بیزنس بکنن دیگه که این خیلی جالبه وقتی میان ازش سعی میکنن بیزنس بکنن توی سال 2016 تو کالیفرنیا لس آنجلس آره لس آنجلس در آمریکای آدم خار به قول به آقای چیز بگو نمیدونم کی میگه آدم خار همین که هم گفتیم برنامه رو گوش کردیم کامبیز؟ آره آقای حسینی میگن آدم آدمخوار یه استارتاپ اومد بیرون نه آدم خواه. خواه؟ یه استارتاپ اومد بیرون به نام امبرویژیا A M B R O S I A که ترانسفیوژن خون ارائه میداده به آدما چیه خون ترانسفیوژن یعنی چی یعنی خون شما رو میگرفته با یه خون دیگه جایگزین میکرده که کاری دوشت. که میکرده میواد خون جوون تزریق میکرده به آدم هایی که مستنتر بودن یعنی آدم های مسنتر میوادن خون جوون رو میخریدن لیتری 8000 هزار دلار آمریکا 8000 دلار آره یعنی م... تو کل خونتو میدادی چل هزار دلار کسب بود آره اینا میوادن 8000 هزار دولار میدادن ناقابل خونشون رو عوض میکردن و به این باور بودن که این بهشون کمک میکنه که بیشتر زنده بمونن درست و خب اینم خیلی واضحه که این, این سرویس برای آدم هایی که خیلی عجیب پولدار بودن ارائه میشده هشت خب هزار هش هش دلار خیلی هم لازم پولدار باشی خب تو فکر کن نه میان, میان... یعنی هی این کار انجام میشه یک بار نیست آه هی آره, آره یعنی هی مثلا بعد یعنی بافت تو پیر نمیشه اون خونه که پیر میشه حالا میرسیم بهش خیلی جالبه این برمیگرده به یه استادی دیگه ای که انجام شده متعالیه. بود آره یه مطالعه دیگه ای که انجام شده بود خلاصه اینا می اومدن این خونه رو عوض میکردن و برای این باور بودن که آره ما این کار انجام بدیم بیشتر عمر میکنیم و زندگی سالمتری خواهیم داشت که اوایل همین امسال 2019 اون 2016 اتفاق افتاد اوایل امسال سازمان غذایی و دارویی آمریکا FDA اومد اعلام کرد که آقا این جمع کنید خونه جوان و پیر و اینا اصلا هیچ کاری به زندگی شما در واقع هیچ کاری آه برای آه. شما نمیکنه به زنده بوندن بیشتر شما کمک نمیکنه خلاصه در تخته کردن و این استارتاپ هم از بین رفت کلی پول به جیب زد ولی خب از بین رفت حالا چرا میوادن این کار میکردن همش هم کلاهبرداری کامل نبوده یه مطالعه قبلا انجام شده یه تحقیقی کردن که خیلی جالبه یه فرایند به نام فرایند پارا بایوسس و پارا بایوسس که توضیح دادنش از معنی کردنش خیلی بنظر من راحت تره میان چیکار میکنن تو این پارا بایوسس میان دو تا موجود همشکل رو مثلا دو تا موش یا مثلا دو تا گربه یا مثلا دو تا سگ که یکیشون مسنتره و یکیشون جوانتره رو انتخاب میکنن اینا رو از یه جا باز میکنن میدوزن به هم از کجا؟ از یه جایشون یعنی از هر جای مثلا موشا رو آره مثلا بغل باز کرده بودن و اینا رو دوخته بودن به هم خوف. که چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته خونه اون جوانه جریان پیدا میکنه توی پیره و دیده بودن که به مراتب به سلامت اون پیرتره کمک کرده بود میدید که مایچه هاش بهتر احیا میشدن و زندگی بهتری داشته و بعدا که میرفتن روش آزمایش انجام میدادن میدیدن که واقعا جوانتر شده نسبت به اون چیزی که قبلا بوده و سالمتره <تصفح> ولی اتفاقی که میفتده اون مش جوانه اون مشت جوانه می به مراتب پیرتر میشد و همونطور که این جوان میشد اون بدبخت میگیره می میانگین این دوتا آره تقریبا یعنی یه پنجا و یه بیستا میزد یه دوتا سی میومد آره و میگفتن که خب این هیچ وقت روی انسان امیدوارم که اتفاق نیفتاده باشه و این شما با پدر بزرگ تو او ایشون میشه شما آره و خلاصه میامدن این کارو میکردن و میدین که خب این کمک میکرده مثلا بهبود میداده و اینا بهتر میشدن و ام، حالا الان اتفاقی که افتاده الان یه استادی جدیدتری یه تحقیق جدیدتری داره انجام میشه که فهمیدن که خب چرا در واقع میخواستم ببینن که چرا اتفاق میفته فهمیدن که یه پروتئین وجود داره توی خون همه آدم ها که کار این حالا اسم پروتئینی هست TGF بیتا که کارش چیه کارش اینه که میاد همه چیز رو توی بدن متعادل میکنه یعنی شما اگر که مثلا داری چه میدونم داری زیاد از بدنت استفاده میکنی از مایچاد استفاده میکنی میاد اونها رو خسته میکنه نمیذاره زیاد مثلا ازشون استفاده بکنی میاد در واقع توی اونها اینفلمیشن یا تورم به وجود میاره که تو زیاد نتونی دیگه مثلا اونا رو ازش استفاده بکنی و کم ف... استفاده کنی؟ عامل اصلی چیزم هست عامل اصلی پیری هم هست حالا پیری که میگم در واقع موسن شدن اتفاقی که میفته هرچی که بیشتر سنتون میره بالاتر این پروتئینه توی خون شما زیادتر میشه م. و هرچی زیادتر میشه شما حالا به پیری شما در واقع اثر برای پیری اثر میذاره و آدم پیرتر میشه اتفاقی که میفته میان دوتا رو با هم دیگه اورج میکنن اون خون جوونه این پروتئین رو کمتر داره و واقعا خون این دوتا با هم دیگه میاد اورج میشه و اون پروتئینه توش کمتر میشه برای همین این ریت پیر شدن اون پیره میاد پایین تر نمیشه حالا فیلتر بذارن اون پروتئین رو بگیرن از خون جایی اینکه والا هنوز که نتونستن این کار انجام بدن این حالا اثبات شده است. آره پورتین... آره اصلا یه چیز میگم دارن روش تحقیقات انجام میدن و اینا که حالا اتفاقی که افتاده الان یه دانشمندی است در واقع یه سری دانشمند هستن که توی همون کالیفرنیا دارن یه سری تحقیقات انجام میدن که اینا میخوان بیان به صورت دارویی این رو کنترل بکنن که دیگه شما نخواهید خودتو باز کنی بدوزی به یه بند خود دیگه که <laughs> اینو میتونن به صورت دارویی میتونن آره این پروتئینه رو بشکونن و کنن. آره دفعش بکنن و خیلی سرعت پیر شدن آدم ها رو بیان بیارن پایین تر یه حالا یه دیگه هم که خیلی الان این روزا مد شده یه آقایی هست که پروفسوری هست توی هاروارد که در مورد در واقع چج... در مورد داره تحقیق میکنه که آدم ها چی میشه که پیر میشن و چجوری میتونه جلو این پیری رو بگیره و خب توی یه دانشگاه خیلی معتبر داره درس میده و داره تحقیقات خیلی دستش توی چیز دیگه یعنی بهترین کار تکنولوژی رو داره که بتونه اینا رو بتونه اندازه گیری بکنه و بتونه حالا به یه نتیجه خوبی برسه که اسمش از دیوید سینکلر که حالا الان اسم اینو سرچ بکنین توی هزار تا پادکست مختلف هم داره حالا شرکت میکنه خودش پنجاه خورده ای سالشه به نظر من سی بیشتر نمیزنه و خب خودش هم این نواسیبا اکسیره رو داره خودش نمیده واقعا داره مثلا رو خودش امتحان میکنه میگه که من تمام طوامه... میگه اکثر چیزهایی که ما اول روی حیوان ها امتحان میکنیم و جواب میده من رو خودم با دوز کمی امتحان میکنم و میبینم که مثلا چیا داره جواب میده و چیا جواب نمیده یه چیزی که میگفت که برای من خیلی جالب بود این کانسپت اینه که شما مثل مثل اینکه روزه هستید میگه که شما باید تمام غذاهای در واقع طول یک روزتون رو توی 8 ساعت بخورید میگه توی اون 16 ساعت دیگه خودتون رو گرسنه نگه دارید و میگفتش که این اتفاقی که میفته میاد بدن شما رو میذاره توی حالت امرجنسی میگفتش که شما باید کاری که بعد انجام بدید میگفتش که اتفاقی که میفته برای اینکه بخوای سرعت پیش شدن تو بالا باید هی بدن تو بذاری تو حالت امرجنسی این خودش بتونه خودش رو ریکاور بکنه دوباره برش گردونی دوباره بذاریش توی حالتی که حالت خطره هی دوباره برش گردونی و میگفت یکی از ساده ترین کارهایی که میشه کرد اینه که شما بیای تمام غذاهای توی رو... یک روزت رو توی 8 ساعت توی یک هشت ساعت بخوری داره میگفت برای بعضی اینجوری, که اه... روزه است دیگه تقریبا و میگفتش که برای خود اون طرف میگفتش که برای اون شبا راحت بود و میگفت کسایی هستن که صبح میخورن می گفت مهم نیست که کی این کار انجام میدین فقط این باید باشه که شما مثلا 16 ساعت در روز رو غذا نمیخورید 8 ساعت دیگه اش رو غذا میخورید چیز دیگه که میگفت خیلی جالب بود که پروازهه اینه که شما چقدر ورزش میکنید خیلی تاثیر داره روی روی اینکه چه جوری پیر میشید و غذاهایی که میخورید خودش میگفتش که من دارم توی این فیل تحقیق میکنم ولی یکی از بدترین غذاهای دنیا رو دارم میخورم یعنی میگفتش که من به خاطر اینکه همش دارم کار میکنم نمیرسم که برای خودم غذا درست بکنم همش دارم فسود و اینجور چیزا میخورم خب خودش میگفت داره روی من اثر بد میذاره ولی ما تونستیم با تحقیقات ثابت بکنیم که همچین چیزی نیست یعنی اگر که غذای بهتری بخورید میتونید بیشتر زنده بمونید در مورد اون روزه گرفتن و اینترمیدن فسینگ اگر که بگم خیلی جالب بود میگفتش که ما اومدیم روی حیوانات این رو در واقع روی موشا اومدیم این رو امتحان کردیم و دیدیم موش که بهشون این رژیم غذایی رو میدی می که فقط توی 8 ساعت بهشون غذا میدی می و بقیهش گرست نستن در اورج بین 30 تا 50 درصد بیشتر عمر میکنن و میگفتش که این توی انسان ها هم دیده شده و این اتفاق هم میفته از این خیلی چیز خطرناکی هم هست از یه بودی به خاطر اینکه حالا منابع تو دنیا رو به اتمامه آره و جا هم که کمه بله بعد اگه نرخ آره می... اونو دقیقا عددشو آره دارم نرخ آره نرخ خروجی داره خوش. آره نه نرخ ورودی خروجی نرخ ورودی خروجی ندارم ولی نرخ بالای 60 ساله دارم حالا اگه نرخ خروجی کم بشه این به این معنیه که نرخ ورودی هم باید بیاد پایین. اه. اه. این یعنی اینکه شما اساساً که... احساس نرخ ورودی اومده پایین اساساً پنجه سال گذشته نگاه کنی. حالا مثلا توی یه سری کشورها مثل ژاپن منفیه یعنی تعداد کسایی که فوت میشن اصلا کسایی که به دنیا میان بیشتره. حالا باعث کار نه. ولی نرخ خروجی کم بشه نرخ ورودی بیاد پایین در واقع به معنیه که شما که ازدواج میکنی دیگه نمیتونی بچه داشی یا طبقه یه شرایط خاصی حالا ما یه دار صحبتش یه جایی داشتیم اینطوری میشد که شما باید بریم مثلا یه گواهی بیاری که یکی فوت شده بعد به شما اجازه بدن بچه شید تو فامیلتون نه مثلا یه جایی صحبتش بود که اگه حالا راهکار داشتیم پیش آره ما دیگه بحث اینجا پیش که فرض کنید دیگه آدما نمیرن یا خیلی دیر از بین برن هم. اون موقع بچه‌ای که میان چه جوریه حالا با توجه به اینکه منابع محدود اینا به اینجا خط شد که گواهی فوت بیاریم بعد گفتیم خب اونجوری ممکنه یه سری پول بگیرن برن آدم بکشن که شما بتونید بچه داشتید خیلی پیچیده شد <applause> الان این چیزی که تو میگم حالا اون شهوت انسان به زنده موندن دائمی و اینا خطرناک میتونه باشه دیگه یعنی این یعنی که نسل جدید به وجود نمیاد حالا یه دیگه هم که میگفت میگفتش که یه عامل خیلی مؤثری یه عاملی که ما دیدیم برای کسایی که تا الان خیلی زیاد زنده موندن که بین 122 تا 117 داشتن که این افراد زنده موندن گفت ژنتیکه میگفت دو تا جین جین تی و جین ای که اینا باید جاهای درست قرار بگیرن و میگفتش که اگر که شما برید همین حالا مثل 23 ان و اینا که میگیرن جینتون رو در واقع دی ای شما رو میان انالایز میکنن میگفت اگر که شما اینو داشته باشیم میشه قشنگ دید که شما یا اون دو تا جین رو دارید یا نه میگفت من خودم یکیشو فقط دارم ولی دو تا از سه تا دو تا دارن یعنی می میگفتش که توی هم اگه من دو تا باشم دلیل برای نیست که یکی دیگه داشته باشه میگه فقط, فقط باید جای مناسب قرار بگیرند روی اون نردبونی که هست توی دی شما و اون جاشون مناسب باشه که خیلی جالب بود میگفتش که بیشترین کسی که زنده مونده یه خانم فرانسویه که 122 سال زنده مونده و حالا یه جالب در امرش میگفت که میگفتش که ایشون سیگار میکشیدن تا سن 90 سالگی آقا پس سیگار کشید سلامت همون که خیلی جالب بود برا من که می گفتن که مثلا برای چی سیگار ازش پرسید بودن که آقا چرا سیگار میکشیدی و چرا مثلا زودتر اینو 90 سالگی مثلا تو اینو گذاشتی کنار گفتش که به این سه تا دکتر میرفتم که این سه تا دکتر رو هم گفتن که بس سیگار رو بذاری کنار ولی اون سه تا دکتر زودتر از من مردن معلومه هر دکتر رفته زودتر از این همون دیگه میگفتش که واسه همین من میدم که کار خودم رو دارم انجام میدم و انجام بدم ولی این خانومه که سر بیست سال زندگی کرده یه چیز وجود داره یه حالا یه هایپاتسس وجود داره فرضیه آره فرضیه وجود داره که میگن که دخترش اومده خونشو نه نه میگن که دخترش اومده شخصیت مادره رو دزدیده موقعی که مادر فوت کرده به خاطر که تکس نده روی خونهه روی خونه ای که بهش برث به میرسه آها. و میگن که حالا پلیس های مداره حالا درقه مداره درقه مداره در واقع اداره حالا رو نمیدن در واقع اداره, اداره پلیس فرانسه دی و مثلا سمپل خونی که از اینو مادره داشتن رو ارائه نمیکنن برای اینکه بقیه دنیا نفهمن چون این خودش یه رکورد دیگه برای که اینجا وجود داره جالبه ولی خب میگفتش که تا دلتون بخواد 117 داشتیم شما اصلا 117 رو در نظر بگیرین ام. و اینا بودن که اون جین اون دوتا جینه که گفتم رو توی جای مناسب داشتن و این یه چیزی بوده که ما توی تمام این آدما دیده بودیم که وقتی که این دوتا جین توی جای مناسب قرار میگیرن شما به مراتب بیشتر زنده میمونید اگر که مثلا حادثه‌ای به وجود نیاد و دیگه مثلا خیلی تلاش نکنید که خودتون رو بکشید با اینکه داشتیم یه سیگار میکشیده جماله. یه سری آمار و اطلاعات به حالم بهتون بدم که شاید یه ذره ناراحت کننده باشه و زیاش. ولی جمعیت جهان در کل در حال پیر شدنه تعداد افراد بالای 60 سال بین 2015 تا 2050 از 900 میلیون به 2 میلیون نفر میرسه جمعیت تو 1950 چقدر میدونی؟ 2050 2050 همون نه نمیدونم نگفته بودم ولی خب این از 900 به 2 بلیون برسه دیگه فقط برمشه. بالای 60 سال بعد گفته بودن که افراد نشون میده حالا بهداشت و سلامتی و اینا داره بهتر میشه که آدما کمتر فوت میشن نه گفت هیچ ربطی نداره اتفاقا یکی از فکتاش بود حالا من اینجا ننوشتم اوریج سنی میانگین سنی بالاتر داره میره دیگه چیزی که نوشته بود میگفتش که هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره که نشون بده که آدم هایی که الان پیر میشن از پدر مادرشون سالم ترن ولی زنده میمونن آره ولی در مورد سلامتشون نمیگفتش که اینها الان حالا به خاطر بهداشتی که وجود داره سلامت تر دارن زندگی میکنن دومیش این بود که افراد مسن هیچ مثل هم نیستن شما نمیتونید یه فرد محسن رو به صورت تیپیکال بیه بیار که این فرد محسن این شکلیه گفت بعضی هستن که سنشون 80 ساله ولی وقتی که دی رو میگه انلایز میکنی یه سی وجود داره به نام بایولوژیکال کلاک یا ساعت بیولوژی بدن بیولوژیک آره با... بیولوژیک بدن که نشون میده که شما از لحاظ دوازه... حالا بیولوژیکی چند سالتونه گفت بعضی ها رو داریم که 80 سالشونه واقعا ولی ساعتشون 20 سال نشون میده و برعکس بعضی رو داریم که مثلا 40 سالشونه ولی از لحاظ بایولوژیکی مثلا 80 سال نشون داده میشن و میگفتش که آدم های هم عین هم نیستن بعضی ها میتونه عدد سنشون خیلی بالا باشه ولی از لحاظ فیزیکی خیلی بتونن فعال باشن و مثلا بعضی مثلا افراد مثلا چون 30 ساله رو بتونن توی های فیزیکی مثلا شکست بدن بعد یه زد جالبی که هست نوشته افراد نسبت به شرایط اجتماعی فیزیکی و مقدار استرسی که دارن مسن میشن این که آره آره, آره خیلی واضحه که آدمها مثلا نسبت به توی جایی که بزرگ شدن مقدار استرسی که کشیدن توی جایی که بزرگ شدن چقدر بهداشت داشته و اینا اونا به جور مختلفی مسن میشن آدم ها به جور مختلفی پیر میشن چارش این بود که آها این خیلی برای خودم جالب بود که نوشته که افراد بیشتری توی دنیا دارن از ایجزم رنج میبرن تا سکسزم و ریسزم ایجزم چیه؟ اینه که شما وقتی که سنتون از یه مقداری بیشتر میشه شما به صورت اتوماتیکی مثلا از یه سری کارا کنار گذاشته میشید ترد میشید آره یه جوری ترد میشیم. و میگفتش که افرادی که دارن از این رنج میبرن تعدادشون به مراتب خیلی بیشتر از کسایی که دارن از جنسیت زدگی یا از نجات پرستی دارن رنج میبرن که این یه چیز خیلی جالبی که از توی استرالیا مجبور میکنن کمپانی ها رو که آدم هایی که محسن هستن رو استخدام بکنن و یه ریتی رو نگه دارن توی کمپانی هاشون بعد پنجش هم هست که خیلی به نظر من دردناکه اینه که میگه که تقریبا هیچ جای دنیا این سیستم های سلامتی که وجود داره هلت گرایی که وجود داره برای آدم های محسن ساخته نشده یعنی میگه که تمام سرویس هایی که ارائه داده میشه و بیشتر سرویس های مجانی که ارائه داده میشه برای آدمایی که یه مریضی میگیرن مثلا توی سن جوانی هستن ولی این فوکسشون روی آدم هایی نیست که مسن تر هستن شاید دسترسیشون به حالا جاهای مختلف سختره و همچین سرویس هایی رو ارائه نمیدن به اینجور آدم ها همین گفته اگر که میخوایم واقعا پیشرفت بکنیم از لحاظ انسانی باید یه فکری بکنیم که کسایی که پیرتر میشن و مسنتر میشن چه میتونیم یه سری سرویس ها رو بهشون ارائه بدیم بدون اینکه مثلا اونا نیاز داشته باشن که مثلا یه کار خیلی عجیبی انجام بده. یه جای صحبتی بود گفتش که این سیستم های بیمه توی آمریکا و اینا اینا اصلا طراحی نشده که شرایط سلامت رو بیشتر کنه طراحی شده برای پول بیشتر در آوردن چجوری میگفتش که شما رو ماکزیموم زمان ممکنه زنده نگه داره با وابستگی به دارو اره. یعنی شما اونقدی سالم باشی که نمیری ولی اونقدم سالم نشی که بی نیاز بشی از دارو یعنی همچون هی نظام سرمایه داری دیگه بعد بریم سر رو جالب هفتمون بفرمایید جالب افت من خیلی برام جالب بود یه زی خون یه اتفاقی افتاده توی حالا یه چند ماه گذشته ما ما قبلا در مورد صحبت کردیم در مورد این ای ها سیگارتا. این هایی که وی پستن یا حالا هر چیزی میشه اسمشو گذاش که شما سیگار نیست به صورت الکترونیکی دیگه یه زی المنتی داغ میشه یه روغنی و رو حالا گرم میکنه و یه بخاری به وجود میاد که شما حالا توش نیکوتین داره و اینا کسایی که میخوان سیگار رو کنار بذارن معمولا به اینا رو میارن که الان متاسفانه مقدار افرادی که زیر 18 سال هستن و دارن از این جور ویپ استفاده میکنن در سراسر دنیا خیلی داره میره بالا به خاطر که یه حالا به قول خارجی یه کول cool فکتر داره یه چیز مثلا یه چیز باحال محسوب میشه که شما مثلا استفاده میکنی هم حلقه میدی بیرون و جوونا شاید از این چیز خوششون میاد و می گفتن خیلی نگران کننده است که داره این سن میره بالا در سن میاد پایین آره و افرادی که دارن استفاده میکنن خیلی میره بالا اتفاقی که افتاد توی چند ماه گذشته این بود که 6 نفر توی آمریکا شمالی مردن از استفاده این ویپا و رفتن تحقیق کردن که اول که سر سرش در که دیدین ما گفتیم مثلا شرکت هایی که سیگار میفروختن دیدین که مثلا این هم خیلی کشنده تر و مثلا سیگار زرش کمتر و فلان این حرفا و خیلی سر صدا کرد حالا یه مقاله داشتم توی اکونومیست در موردش می‌خوندم میگفتش که رفته بودن تحقیق کرده بودن و بودن کسایی که از این قضیه فوت کردن اکثریتشون در واقع ببخشی 6 نفر فوت کردن و سر نفر نفرم توی بیمارستانم میگفت اکثریتشون از مواد در واقع روغن ماری جوانا مصرف کرده بودن حالا چی شده روغن ماریجوانا توی اکثر استیت های آمریکا و حالا توی کانادا هنوز همون سازمان FDA. آره FDA هنوز اینا رو اپروف نکرده سازمان غذا و دارویی آره غذا و دارویی به هر هر چیزی که تو بخوای به بدن خودت وارد بکنی و FDA باید بیا اپروفش بکنه مطولی. آره و اینا هر روز اپروف نشده و اینا میان چیکار میکنن همه کسایی که میرن اینا رو میخرن از مثلا دراگ دیلرها میخرن یا مثلا کسایی که قاچاقچیان و مثلا چه از کف خیابون میخرن م. به قول معروف و این اتفاقی که میفته این دراگ دیلرا یا حالا این قاچاقچی ها برای اینکه بتونن حجم اون روغنی که از رو بیشتر بکنن آشغال نیست ویتامین ای قاتیش میکنن ویتامین ای میاد اینو خیلی قلیزش میکنه اما خیلی ضرر داره برای شش یعنی ویتامین ای نباید وارد شش بشه مم. که اگه وارد شش بشه مخصوصا برای کسایی که تجربه سیگار کشیدن ندارن و شوششون حالا به دود و به بخار و اینجور چیزا عادت نداره خیلی کشنده است قشنگ حالت اتک آزما ب... اتک بهشون میده و مثلا میکشدشون و شش نفر بوده که از این قضیه فوت کردن حالا چیزی که نوشته بود توی این قضیه میگفتش که حالا زیاد الان نگران نباشید هنوز به مراتب استادیایی که انجام شده تحقیقی که انجام شده نشون میده که ای سیگارت ها امتر هستن نسبت به سیگار ها به خاطر حالا اینکه شما گوگرد مصرف نمی کنید و تزار تا چیز دیگه و فقط دارید بخار مصرف میکنید میگفتش که فعلا نترسید و دلیل اینکه این, این افرادم فوت کردن به خاطر این بوده که موادی که گرفتن رو از قاچاقچی ها گرفتن اما نمیشه. اما همیشه کارون میگه که بدن انسان اصلا دیزاین نشده برای اینکه دود واردش بشه پس اصلا استفاده نکنید اگر که میشه اگر که میتونید استفاده نکنید استفاده نکنید اگه دیگه اگه تو اون 6 میلیون سالی که ما تکامل پیدا کردیم اگه از اول اون هوموسیپین های اولیه که با نیاندرتال ها یه ذره چیز بودن و اینا اون موقع دود میدادن تو این 6 میلیون سال شو شما تراحی میشد که دود رو تصفیه کنه به. ولی چون اون موقع دود استعمال نشده این تراحی نشده الان داریم سعی میکنیم تو ش... خیلی 6 میلیون زمان دیگه. می اون موقع دیگه از بین رفته کره زمین جالب دیگه شما دیگه چی داری؟ جالب همونطور که ممکنه بدونید هفت ماه آینده توی کانادا انتخابات چیزه ریاست جمع نخست وزیریه بله حالا یه سری اینجا حزبی دیگه حزبای مختلف هست نم حزب محافظه کار هست لیبرال هست نمیدونم ان نم دی هست اینا هر کدوم از حزبا یه نماینده دارن که اینا در واقع کمپین انتخاباتی دارن و بالاخره کارزار تبلیغاتی خودشونو دارن قشنگ گفت نخست وزیر فعلی کانادا آقای جاستین ترودو خب یه آدمیه که با سرستاده زیادی اومد سر کار خیلی خوشبینی بود نسبت به این آدم حالا در واقع بچه یه سیاست مداره خیلی کار کشته کانادایی خیلی اسم و رسم نیکی داره آدم باسوادیه دو هم دو تا زبون خیلی مسلط صحبت میکنه بسیار خوش بر رو اینا همه آیتم مثبتی بود که داشت <تص> مثلا خوش بر رو بود. این خیلی مص... خیلی مهم بود <تص> اه خب اه انتخاب شد الان دوباره ایشون دوباره میخوان برن که برای انتخابات انتخاب. یه اتفاق جالبی که افتاد این بند خدا توی دوران گستاخی دو جوونی آره نه قبلش هم اون نواد خورده ای یه سری عکس از این در اومده که توی مهمونی ها که شرکت کرده اومده خودشو مهمونی بال بوده مهمونی هالووین بوده آره چند تا هم هست سه تا من خوندم ولی اگه بیشتر نشده باشه اه یکیش حالا به سندباد چیه به اون شکل صحبت کرده براون فیس حالا صورت خودش رو مثلا قهوه‌ای رنگ کرده آره. حالا جای مختلف و اینا ایرادی که ازش میگن ایراد نجات پرستی حالا کانادایی که خیلی کباده نجات پرست نبودن میکشن خیلی بهش ایراد وارد کردن که شما مثلا نجات پرست این کار زشت و توهینه بالاخره بگم بگو. ادامه بده بعد من آخرش میگم نه برای من خیلی اصلا. جالبه که این عکس ها خب از سال 1999 چند بوده چرا سر انتخابات دوم مثلا داره بگم دوم چرا بگم؟ چون بلک فیس الان یه چیزی هشتگی نام بلک فیس که تازه الان شده که اتفاقی که میفته الان تازه به نشه رسیدن که یه همچین چیزی میتونه نجات پرستانه باشه و میتونه توهین آمیز باشه به کسایی که حالا سیاه فوس هستن این نظر شخصی منه میتونه اشتباه باشه ولی به نظر من اینه که آدما الان افتادن به جون همدیگه که همدیگه رو یه انگوش بهشون نشون بدن بگن این طرف ریسیسته این طرف مثلا yeah. این کار کرده و حالا اتفاقی که به نظر من میفته اینه که فرهنگ آدم هم توی داره تغییر میکنه یعنی ما در مورد این تغییر صحبت کردیم گفتیم این فرهنگ داره تغییر میکنه ما نمیتونیم برگردیم بگیم یه چیزی که 20 سال پیش اوکی بوده الان بیایم به طرف نه اون موقع نبوده حالا این میدونم تو داری چی میگی این با اون داستان فرق داره ببین برای یه سیاستمدار خیلی پسندیده نیستش که حالا مثلا این اون موقعی همچون کاری کرده باشه حتی آقای ترامپ از وقتی اومدن اصلا استانداردها استانداردار رو, رو جابجا کردن اصلا یه مثلا یه محیط جدیدی رو ایجاد کردن ولی برای یه سیاستمدار مثلا مثل جاستین تروده که حالا تو حزب لیبراله پسندیده نبوده که این اون موقع اون کارو کنه بلافاصله بعد اینکه عکس اومد عذرخواهی کرد چندین و چند بار عذرخواهی کرد هر جا که دستش رسید و این اتفاق خوبی نیست ولی جالبیش برای من که آقا تو تو انتخابات قبلی نیامده بیرون کیه که نمیخواد مثلا الان این انتخاب بشه ولی اون موقع اوکی بوده با این قضیه مثلا حالا فرندز این سریال فرندز به نظر تو اگر که الان فکر کنم قبلا رو گفتیم الان اگه میخواستن پخشش بکنن اجازه پخش داشت اجازه که من نمیدونم خب من نه مثلا به خاطر اون مثلا چیزای فرق کرده خب مثلا جوکایی آره، که اون موقع مثلا آره، انجام میدادن آره، در آره، حالا هم جنس اینا اون موقع مثلا جوک چیز میکردن الان دیگه الان آره. خب بالاخره فرهنگ عوض شد ولی حالا این کاری که این کرده اون موقع هم لزوما پسندیده نبوده برای آدمی تو این سطح آخه اون مثلا آره، تو جشن بال ماسک تو مثلا رنگ دیگه بکنی آره دیگه یعنی ادای یکی دیگه جنگ بال ماسک دیگه جشن جنگه جنگ. جشن بال نه حالا تحلیل های مختلفی روشه ولی خداسه خودش هم خیلی اسخایی کرده کرده و... کرده و اصلا انتظارش نداشت این یک دو این که می‌نازی موتور جستجوی جو گوگل چه ایجاد شد من نمی‌دونم سال 2000 خانم جنیفر لوپز که بسیار طرفدارانه زیادی داره زیل جان سلام آره یه لباس توی مراسم گرامی اگه به نکنم ام. بوده یه لباس سبز رنگی ظاهرا میپوشه و نمیدونم چرا حالا بر دلیل خیلی طرفدار پیدا میکنه بعد مدیر عامل شرکت گوگل مدیر عامل وقت شرکت گوگل که اون موقع هم حالا موتور جستجوشو داشتن سال 2015 گفته که حالا آره اون موقع ما انقدر حالا توی اون چند روز سرچ ملت کردن راجع به این لباس اینا به سرشون زد که بیان موتور جستجوی گوگل رو برای عکسم هم مثلا را بندازن که شما مثلا یه چیزی سرچ میکنی حالا بزنی لباس جیلو عکسش رو بتونه بیاره حالا که حالا 2001 اینو لانچ کردن که حالا چند وقت پیشم دوباره یه مراسم دیگه بود جنیفر فلوپس حالا با همکاری شرکت گوگل یه طرحی حالا زده بودن با همین تره های لباس ورساچی اگه اشتباه نکنم اونو پوشیده بود آره حالا اینش خیلی مهم نیست برای من خیلی جالب بود که از اینجا شروع شد چیزی که همه ما ازش استفاده میکنیم خیلی پر از اینجا شروع شد که یه لباس یکی پوشید و همه دنبالش بودن و اینا گفتن خب چه کاری ما بیایم اینا به وجود بیاریم ببینیم لباسشو بعد برنامه ببینیم شیوری که مردم های میخواستن آره خیلی خب این بود قسمت 176 در مورد سن و مسن بودن و صحبت کردیم چند تا جالب هفته هم رفتیم جونم براتون به که ما توی تمام فضای مجازی اسم و توی تلگرام توی توییتر س... تویتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکس تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو موضوع جدید دیگه